بیشتر صحبت کنیم در این باره با دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکایی استان مازندران. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر غلامی، عمده مشکلاتی که پرستارها در ایران با آن مواجه هستند از نظر شما چه چیزهایی است و چه راهکارهایی برای برون رفت از آن از نظر شما وجود دارد؟ با یاد و نام خدا و عرض سلام و ارادت خدمت شما و عزیزان برنامه اخبار شیعه و بینندگان گرامی. همونطوری که میدونید دیروز 23 اردیبهشت 12 می روز جهانی پرستار بودش و از این جهت پرستاران قدوم کشور عزیزمون تبریک عرض میکنم. در ضمن روز پرستار در ایران سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها حوالی آبان ماه جشن گرفته میشه. مشکلات در این گروه خدوم و زحمتکش برمیگرده به اینکه یکی از طاقت فرزاترین مشاغله که ستون فقرات سلامت کشور رو به عبارت تشکیل میده، چرای خسته و مصمم عزیزان پرستار در روز و شبهای کشی حقیقتا تحسین برانگیزه. همیشه این عزیزان مثل پزشکا با آه و ناخون در محل کار مواجهن و این سختی کار رو خیلی بیشتر میکنه. دستمزدهای کم که تناسبی با هزینه‌های جاری در ایران رو نداره، مدت زمان بالای کاری که و اضافه کاری‌های اجباری به تبع اون کافی نبودن دستمزدها که باعث میشه این قشر عزیز به مشاغل دوم یا اضافه کاری‌های بسیار طاقت فرسا روی بیارن که روح و بدن این قشر رو متاسفانه فرسوده میکنه، که متاسفانه در پیرو به این مشکلات معضلات ما شاهد پدیده نامیمون و خودکشی هستیم و همچنین مهاجرت که حقیقتاً باید فکر بالش بشه و همچنین کمبود پرستار که خود باعث میشه که این عزیزان رو بیشتر در فرص فشار کاری قرار بده. یه استرس بالا و فشار عصبی زیاد افسردگی ها رو به همراه داره و همچنین قرار گرفتن در معرض بیماری های مصری، اشعه های مضر درمانی تشخیصی آمد سنبی، اینا از موارد و مشکلات و مزلاتی هستش که در محیط کار باش مواجه هستن. از جایی که وقت زیغه، من به راه حل‌ها در خصوص این مزلات میپردازم. راه حل‌ها رو در 4 تا سطح پیشه خدمتون ارائه بدم. سیاست های خارجی امور اسلامی، خب این حالت تنش‌زایی باعث به تنش‌زدایی تبدیل بشه، قطع ارتباط با دنیا، این تحریم ها خب متاسفانه فشار سنگین مالی رو به همه عاد ملت داره میاره. این قشر خدوم ما هم خب متاسفانه اینا هم از این نظر در معرضن، باید فکری به حال این کرد. سیاست های دولت رو، سیاست های داخلی از این نظر هم بایستی فکری کرد برای این مشکلات، که اینکه اولویت رو بدیم به جذب پرسنل. ما همطوری که میدونیم حدود 100 هزار پرسنل در این قشر کم داریم، بایستی فکری بالش کرد. افزایش حقوق رو، معافیت های مالیاتی، اینکه نهادهایی رو جهت پیگیری بیشتر این حقوقشون به هر حال بایستی بیشتر تحت خاص بشه و بیشتر سازوکارها رو پیگیر بشن. بعد اینکه سیاست های بهداشت هم خب بایستی به هر حال بهش پرداخته بشه بیشتر و برن به سمت اینکه گالدان های تخصصی رو برای اینکه ارتقا بدن سواد این قشر رو که بهتر بتونن عهده کارها بر بیان، امکانات رفاهی تفریحی رو همچنین، و در نهایت اینکه خود پرستار بایستی صبر و حوصله‌اش رو به تبع کاری که بهش داره، که سر کار داره با مردم، با آلا، با آمال مردم، با آه و درد مردم، به هر حال باعث خودش بعد این نظر تقویت کنه، با روانشناس روانپزشک مشاوره داشته باشه، تجهیزات ایمنی رو بیشتر به کار بگیره و سوادش رو آپدیت کنه تا بهتر بتونه خدمات رو ارائه بده. در خدمت. سپاسگزارم از توضیحاتتون. عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکایی استان مازندران.